روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیا. سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. گندم ملکه غلدانگی ها. همه ساله در دنیا قریب 600 میلیون تن گندم استحصال می شود که میلیاردها نفر آدمان از آن استعمال می کنند. یگان نمودی غلدانه چون گندم در دنیا پهن نگردیده است. قریب 4000 سال از آن سپری شد که یوسف پسر یعقوب علیه السلام هنگام گرسنگی مصریان را از ذخیره غله به غذا تامین کرد، ولی حالا هم گندم محصولات اساسی خوراکواری می باشد و طلبات اهالی تمام جهان را به مواد خوراکی تأمین می سازد. همانا برای تأمین خوراکواری آدمان در اروپا، امریکا، استرالیا و قسمت اعظم افریقا غله تقاضا می شود. یعنی که نارسایی های آن نیز مشاهده می گردد. خاصیت ها و نشانداد ها. دانه گندم از پرده غوره، شیره و تخمه عبارت بوده، محصولات نسبتاً پر ارزش محسوب می یابد، زیرا دارای ماده های غذایی برای ارگانیسم ضروری می باشد. کربوهیدرات ها در ترکیب گندم اولویت دارند، یعنی 76% کربوهیدرات ها می باشند. قسمت اساسی آنها را آهر، کرخمال تشکیل می دهد. تنها قسمت کمش 1-2% از قند عبارت است. هر قدر نخ رستنی آهر را همراهی کند، همان قدر اندازه گلوکوز آهسته تر برآورده می شود. از این وجه گندم یک لخت و غلگی و آرد از آنها
مبتلایان بیماری قند از آرد سفید که از آن نخهای غذایی برآورده شدند خوبتر می گذراند. سفیده ها 90% سفیده ها را در ترکیب گندم گلوتئین و گلیادین تشکیل می دهد. این دو سفیده از غله و آمیخته شده با آب برآمده انبوه مخصوصی مثانه‌دار گلوتن ها را حاصل و به شکل معین می درآورد. به افاده دیگر گلوتن این سفیده پرورده در اندوسپرما و آرد سفید آری از نطفه و سبوس است. از موجودیت گلوتن خمیر برداشته می شود زیرا گازی انگریدی کربن هنگام جوشش وسیع می گردد. زمان گلوتن وسیع می شود آن حبوبچه های بخود خاص را در خمیر بنابر یازیدگیش پدید می آورد. روغن ها گندم تقریبا 1.56% روغن ها در خود دارد که بیش از نصفشان در نطفه و سبوس جای گیرند. این اساسا کسلوته های سر روغنند که میانشان کسلوته لینولوی برتریت دارد. حجیرگی غلدانه یک لخت 1.25% نخ رستنی را نگاه می دارد. قسمت اساسیشان محلول نشونده اند و غالبا در سبوس موجودند. این سفیده ها افکت بسیاری اسهال‌آور گندم را به وجود می آورند. ویتامین ها گندم سرچشمه خوبی ویتامین های B1, B2, B6, نیاسین، فولیت ها و ویتامین E می باشد. نطفه و سبوس بیش از اندوسپرما از ویتامین ها بایند. مینرال ها گندم مقدار زیادی فسفر، مگنی، غدود و کمیا همچنین میکرو المنت ها که میانشان روح، میس و منگان فرق میکنند حفظ می نماید. از همه کمتر در آن کلسیه است. غلدانه یک لخت و آردی آن محصولات اساسی در کل دنیاست. آن را میتوان همه روزه تناول نمود با استثنای حالت طاقت فرسای گلوتن. غلدانه یک لخت در حالت های زیرین توصیه میگردد. طلبات زیاد در ماده های غذایی، چون این طلبات در ورزشگران، زنان حامله، مادران شیرده، بچه ها و نورسان بوایا رسیده، نیز آنهایی که بعد بیماری به حال کننده سلامتیشان برقرار میگردد و دیگران پیدا میشوند. به شرافت ترکیب بای ویتامین های گروه B، گلوکوزای از آهر آزاد شده خیلی سست هضم میشود. ویرانشوی قوه هاضمه گندم خیلی آسان هضم میگردد. تلاش کمی ارگان های سیستم هضم کننده را میطلبد. مقدار زیادی غذا را تجهیز می نماید. تأثیر گندم چون اصلاح کننده و تنظیم قضای حاجت باعث ذکر مخصوص است. همه آنهایی که از سختچوی معده رنج می کشند باید در همه شکل ها محصولات غلدانگی تناول نمایند. استعمال پیوسته غلدانه یک لخت گندمی به برطرف نمودن ردب روده، باسور یا بواسور که در اصطلاح طبی گیمارای نیز می گویند و مهمتر از همه برای رفع سرطان روده قفس یاری می رساند. آماده کنی و استعمال غله یک لخت. با استثنای خوف زهرآلودشوی از پست سیدها یگان چیز خلل نمی رساند که گندم را به واسطه در همان شکل پخته در خوشه ها تناول کرد. این عمل مقرری در زمان قدیم بنابر روایت های مرتب انجیل لوقا بود. دانه را می باید خیلی خوب خایده، قسم های سخت سبوس را پرتافتن در کار است. آن را اینچنین خشک نمودن تا خایدن و هضمش آسان شود. لخته آنها را با جوشاندن و لغجاندن دانه یک لخت تیار می نمایند. با چنین طرز تیار کنیم ارزش غذایی همه قسم های دانه حفظ شده، فقط بعضی خاصیت هایش انگامی تفساندن گم می گردند. آنها را می توان بعدی ترکنی یا پخت و پز در آب یا پیابه سبزوات تناول نمود. آنها در ترکیب نهاری آماده شده مشهور میوسلی داخلند. آرد این خاکه میده را در نتیجه نیمکوب یا آرد نمودن غله به دست می آورند. آرد غلدانه یک لخت همه قسم های غله، ولی آرد صاف کرده شده فقط اندوسپرما را نگاه می دارد. آرد را برای تیار کردن نان و پزیش گوناگون استفاده می برند. نیش ها نیش های گندم بسیار نرم و برای سلامتی فایده ناکند. علی رغم غله خشک آنها در ترکیبشان پروویتامین ا و ویتامین اس دارند. یرمه گندم یا به اصطلاح بلگور دانه های سخت گندمی شکسته و ریزه
و کار کرد شده با بوغ. آنها به قدر کفایه یک لختند و نسبت به گندم دانگی یک لخت برای آماده کنی وقتی کمتر طلب می نمایند. یرمه گندمی را چون عوض کننده برنج استفاده می برند. به هر نوع که باشد، گندم خوراک اساسی مردمان سیاره زمین شناخته شده است. ثروت واقعی سلامتی است. نقطه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه‌های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. نامه‌های پدر. نامه چهاردهم. راستقولی. سلام پسرکی من. من نامه‌ات را گرفتم. از دستاوردهای تو در دانشگاه افتخار میکنم. خرسندم که پسر من در جستجوی دانش است. بحر رشد امکانیت هایش پیش می رود و جویای جنبه های گوناگون خودآموزی می باشد. وقتی تو درباره مظفریت های خود می نویسی، این خبر شادی مرا ده چند زیاد می گرداند. دانسته باش غالبیت های کوچک تو شادی بزرگ من است. فکری در این نامه بیان کردت مرا مشوش گردانید. تو می خواهی با پول بهای بلندت را در امتحان نائل شوی. قبل از آنه که به این کار دست می زنی، نغزکک و با دقت نامه مرا خوان. در این نامه می خواهم در باره راستقولی با تو صحبت نمایم. این موضوع مرکب است. همگان چنین رفتار می کنند. استاد شما خیلی سختگیر است. حتی رهبران ما در چنین عملها استایند. از ما آدمان عادی چی خبر؟ میگویم که بیمار شدم و سر وقت درس را تیار نکردم. چنین می نویسی تو. گوش کن، من با تو چی میگویم. پسرم، دانشجویان قوه پول و ناتوانی معلمان را نسبت به آن میدانند. در شهر تو و در دانشگاه تو آدمان پرخور زیادند. متاسفانه در جهانی که ما زندگی میکنیم، صفی آدمان بی‌عدالت، ظالم، رشوه‌گر و قلاب زیادند. اشخاص بی‌ننگ و عار در بین مردم بودند و میمانند. احتمال شماره آنها زیادند. این نباید تو را و روحیه تو را شکند و تو را به عملهای ناشایم تکان دهد. در نزد خود راستقول بودن این دلیری است. لیکن راستقولی می میرد اگر آن فروخته شود. پسرم، من نمی خواهم تنها عقیده رشوه‌ستانی و پردهی را فراموش سازی، بلکه هر یک اشاره بر دروغ را در خود
ریشکن نمایی. در هر عمل راست قول باش. تو بسیار جوان لیاقتمند هستی. امینم همیشه به درس ها تیاری میبینی. در خاطر داشته باش. در تمام مؤسسه های تعلیمی بیشتر از قابلیت ذهنی دانشجو چیزی را بر زیاد نمیدهند. به همه درس و موضوع ها تیاری دیدن ممکن است. اگر در عمل کوچک صادقی، در عملهای بزرگ نیز صادق میمونی. بسرم، این حکمت را همیشه در یاد دار. رزقولی پاینده که فنا نمی شود، مثل طلای خالص در میان پرتاب و اخلاقهای این جهان می درخشد. فریب، دروغ و بی‌وجدانی گرچنده از چشم انسان پنهان باشند هم، لیکن در نزد خداوند آنها اوریانند. آیا می دانی که در حقیقت امروزها شماره آدمان رستقال کم گشته است؟ آنها به مانند الماس گوهری قیمتبهایند و کم به نظر می رسند. جهان امروز با چونین نفران رستقال و قوی اراده محتاج است. آن نفران لازمند که نه تنها در حضور خوجاینشان بلکه در همه جای رستقالند و طالب لقمه حلالند. نه بهر تعریف و توصیف مردم و نه بهر شهرت زمینی بلکه در راه حق محنت کن. جویا و گویای حق باش. صاف دلانه، صادقانه و مسئولانه عمل نما. اگر تو از ریوا و رشوه و قلابی دوری، تو چون گوهری نایاب هستی. تو را تحت سنجش ها قرار خواهند داد، تنقید و سرزنش خواهند کرد، لیکن روز قولی قد نشوندت مثل طلای خالص خواهد درخشید. تو برای ملت و دولت و برای بسیاریان می توانی برکت گردی. ایشان می توانند به تو در بسیار مسائل تکیه نمایند. تو هرگز نزدیکان خود را برای عملی کردن خواهش های خود استفاده نمی بری و از مرتبت سوء استفاده نمی کنی. برعکس، همیشه محتاجان را دستگیری می کنی. آدمان به مسئولیت های تو اعتماد می نمایند. در حقیقت شخص رستقال هرگز ضعیفی دیگران را برای به هدف خود رسیدن استفاده نمی برد. آیا می دانی از همه آیله قوی و مستحکم همان آیله است که در آن تمام اعضاهایش رستقالند؟ بله پسرم، چنین است. وقتی تو پدر می گردی و فرزندت در تو هر لحظه دروغ و فریب را حتی در عملهای ناچیز می بیند، تو فرزندی در آینده بیننگ و آر را به وایه می رسانی. فردوس، من و مادرت تو را در یک روحیه نیک تربیت داده به وایه رسانیدیم تا اینکه در تمام جهت حتی در چیزهای عادی کوچک تو همیشه راست قول باشی. ما هرگز به تو دروغ نگفتیم. می خواهم مثل گوهری نایاب باشی. این بسیار مهم است. تو همش را درک خواهی کرد. پدری تو. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا.
اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. وحی آرزوها، موضوع ملاقات ما. وحی دروغ بزرگ را در طول تاریخ بشری فاش می کند. شنبه یهودیان یا روز آرامی محض شنبه حقیقی بود، محض کلیسای کاتولیکی قرار را قبول کرد که روز یک شنبه به خاطر زنده شوی باید روز عبادت گردد. این مؤلف کاتولیکی با مخالفین مباحثه برقرار نموده است. او می گوید اگر شما بخواهید که از روی کتاب مقدس عمل نمایید، آنگاه برای شما ضروری می باشد که شنبه بیبلیوی را رعایت کنید. اگر شما نخواهید که کتاب مقدس پیروی نمایید، بر شما لازم است که به کلیسای کاتولیکی که آشکارانه به اختیار ادعا دارد که شریعت خدا را چنان که او را مهم می شمارید برگرداند. این دلیل با قوتی می باشد که سال 1988 عالم کاتولیکی استفاده نموده است. در اصل کار این سوال در مقایسه با دیگر سوالها فقط سوال روزمره نیست، بلکه اندیشه عمیق را می طلبد. اساس این است که شما چرا رهنمایی عمل خود قبول کردید؟ آیا این کتاب مقدس است یا این روایت هاست؟ سوال: آیا کلیسا یا پیشوای دینی انسان حقوق دارد که نوابسته به دلیل شریعتی خدا را که با دستان او به لوحه های سنگی نوشته شده بود تغییر دهد؟ بنابراین این سوال سوال مهمی به شمار می رود. در زبور خداوند می گوید باب 88 آیه 85 زبور باب 88 آیه 35 عهد خدا را نخواهم شکست و آن چی را که از دهانم برآمده است تغییر نخواهد داد. خداوند می گوید عهد خدا را نخواهم شکست. سخنانی را که در کوه سینا گفتم و با داستان خود نوشتم من تغییر نخواهم داد. این سوال حکم روایی است. سوال در آن است که حکم فرمای شما کیست؟ آیا این عیسی است یا رهبران کلیسا؟ پایه دین شما چگونه است؟ کتاب مقدس یا آن انسان میگوید؟ در مسائل معنوی پایه و اساس حکم فرمای شما چی به شمار می رود؟ کلیسا یا اراده خداوند؟ دوستان گرامی، دست کشیدن از شنبه بیبلیوی که از جانب خدا همچون قدرت ایجادی داده شده است، در حقیقت از اهمیت خیلی بالایی برخوردار است. شخصا خودم افضل می دانم، چرا که خداوند در باغ عدن به آدم داده است. شما چی فکر می کنید؟ من پیروی کردن آنچی را که خداوند به موسی در 10 احکام ها داده است بهتر می دانم. من پیروی کردن از آنچی را که عیسی مسیح داده است بهتر می دانم. خداوند می فرماید که شنبه علامتی بزرگ به شمار می رود. این علامتی صداقت ما به عیسی مسیح، این علامتی آن است که او ما را آفریده است. این علامتی آن است که ما می خواهیم هر آنچی را که در کلام او آمده است پیروی نماییم. برای همین در روزهای اخیر تاریخ زمین کلام خدا در کتاب وحی ابراز می کند. در اینجاست صبر مقدسان احکام های خدا را رعایت می کند و ایمان به مسیح دارد. در روزهای اخیر تاریخ زمین خداوند گروه آدمان دارد که عیسی را دوست دارند. آنها مسیح را چنان دوست دارد
که در همه چیز او را پیروی می کند. این بیشتر از سوال انتخاب روزی معین می باشد. در باغ عدن شیطان به هوا گفت چه فرق می کند که از کدام درخت بخورد؟ همه درختان مانند هم دیگر است. همین طریق هوا عدن را از دست داد. زیرا که این دروغ را طرفداری کرد. امروز نیز اکثریت مسیحیان از این دروغ پیروی می کند. آدمان می گوید مهم نیست که کدام روز است. همه روزها مثل یک دیگر می باشد. خداوند همه روزها را به همدیگر مشابه نمی بیند. فقط روز هفتم را خداوند برکت داده است. فقط یک روز را، روز هفتم را، خداوند تبرک کرده است. آن را جدا نموده است. خداوند فقط در یک روز شنبه آرام گرفت. مسئله هایی که ما سر و کار داریم به حکم روایی دخالت دارد. انتخاب ما کتاب مقدس یا روایت ها، عیسی یا پیشوایان شریعتی خدا و یا هم متفکران. دستورات خداوند تعلیمات انسانی را خدا یا راه انسانیت. امروز خداوند به ما و شما می گوید. اشعیا باب 24 آیه 15. امروز برای خودتان انتخاب کنید که کی قابل عبادت است. لیکن من و خاندان من خداوند را انتخاب خواهیم کرد. آیا شما خواهانید که امروز بگویید آره من عیسی را انتخاب می نمایم؟ من راهب او را پیروی خواهم کرد؟ من می خواهم به شریعت او از روی محبت اطاعت کار باشم؟ بعضی ها در ذهنشان سوالات خلق می شوند. شما فکر می کنید که همه آنها که روز یک شنبه را رعایا می کنند به هلاکت می رسند؟ اجازه دهید که به شما روشن و واضح بگویم. همه آنهایی که روز یکشنبه را رعایا می کنند به هلاکت نرسیدند. مسیحیان زیادی وجود دارد که روز یکشنبه را رعایا می کنند و عیسی مسیح را دوست دارند. آنها موافق آن نور زندگی می کند که برایشان آشکار است. وقتی که آنها دانش بیشتر را به دست می آورند او را پیروی نخواهند کرد. در تمام زمین ده ها هزار آدمان دعوت خداوند را میپذیرند و حقیقتی که آنها پیروی کردند وقت میگذارند. آیا شما میخواهید که امروز بگویید آره خداوند تو حقیقت خود را به من آشکار نمودی و به مثل اشعیای انبیا من میخواهم از تو پیروی کنم. امروز من میخواهم پیروی عیسی باشم. امروز عیسی تو را دعوت مینماید. عیسی شما را دعوت می نماید تا که از ازدحام بیرون بیایید و شما را دعوت می کند که او را پیروی نمایید. او شما را دعوت می کند که فقط و فقط کلام او را همچون اساس و پایه ایمان خود قبول کنید. آیا شما می خواهید که همین حالا با من بخیزید و بگویید آره عیسی من می خواهم که فقط تو را پیروی نمایم. من می خواهم که فقط طرفدار تو باشم. بیایید با هم دست دعا برداریم. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.